او مهربان دوستانو تاسو حتما پیادی چې موږ په تیر یو پروګرام کې د پروګرام للارې داسې پوښتنه وکړه له هغو دوستانو او ګرانو وطنوالو څخه چې دوی کلیکسیونونه لري او په ډیر زیار او زحمت یې له مختلفو شیانو څخه که قیمتي یا ارزان بیه ښکلي او په زړه پورې کلیکسیونونه جوړ کړي دي. موږ غواړو د دغه دوستانو څخه چې موږ البته غوښتلي وو چې دغه ګران دوستان پروګرام ته مراجعه وکړي تر څو د دوی کلیکسیون د پروګرام له لارې وښیو او دوی هم په خپله ګران لیدونکو ته معرفي کړو. زموږ منظور له دغه کار څخه د هغو وطنوالو ځوانانو او یا دوستانو له تشویق څخه دی چې دوی په ډیرې علاقمندۍ او زیات زحمت او مینې سره مختلفو شیانو څخه کلیکسیونونه جوړوي، هغه په ډیر او زحمت لاسته راوړي او شاید هم په سادګۍ لاسته راشي، مګر په خپله د کلیکسیون جوړونه او ټولونه یو د زحمت وړ او د زیار ایستلو وړ کار دی. ګران دوستان مثلا کیدای شي چې دوی له تسبیح، اورلګیت، ګلانو، نو جایکونو او داسې نورو شیانو څخه او کیدای شي چې له ډېرو ښکلو زینتي او شیانونه ولري یا د پوستو کلیکسیون چې دا ټول په خپله ډېر په زړه پورې او جالب د دوی علاقمندي د دوی مینه موږ ستایو او موږ به دغه کار ته په خپل پروګرام کې ادامه ورکړو تر څو دغه کلیکسیونران د پروګرام له لارې معرفي کړو. ښه، اوس له همدغه شمیر دوستانو کلیکسیونرانو څخه یو هم تاسو ته معرفي کوو چې هغه محترم کاکر دی. دی له زرو څخه زیات اورلګیتونه لري. فکر وکړئ چې دا به څومره اورلګیتونه وي او په څومره زحمت او زیار به راټول شوي وي. راځئ چې اوس د ده کلیکسیون لومړی وګورو. عزیز برنامه ساعت با شما، قسمی که شما می‌بینید مقابل ما هزاران نو گوگرد قرار دارد. کلیکسیون بسیار و کلیکسیونر عزیز آقای غلام فاروق کاکر هستند که می‌خواهیم صحبت کنیم با محترم غلام فاروق کاکر. در آغاز از اینا می‌پرسیم که چی انگیزه باعث شد تا شما دست به جمع‌آوری گوگرد بزنید؟ بله، تشکر از سوال شما. ما در سال 1347 غرض اجرای کار رسمی به ایران بودم. در اونجا در دکانا البته گذر می کردم و چیزی می خریدم. توجه مرا به صدا نو گوگرد که من در اصل ندیده بودم جلب کرد. اونجا این انگیزه بر من خلق شد که من باید یک کلیکسیونر گوگردم و گوگردار جمع‌آوری کردم. بعد از این دامنش است که تقریبا می بینیم پیش روی تا نفتیده. بله، از امو زمان تا الحاله شما چند نوع گوگرد کردین و این بیشتر از کدام کشور است؟ در حدود بیش از 3500 گوگرد دارم. بله. که یکی با دیگهش تطبیق نمیشه و از افغانستان رقم بله. که قبلا برای شما نشان دادم. چی شد اندلتو
و پاکستان، هندوستان، ژاپن، چین، تایوان، امریکا، فرانسه، جرمنی، اتحاد شوروی و از بسیاری ممالک دیگر هم هست که به لحظه بخاطر من نیست. ممالک عربی البته. بله. محترم فاروق، امی بیشتر از 39 نه و گوگرده که شما جمع تایمی مدته، چطور تانستین ای تعداد گوگرده بکنین؟ آیا همه ازیر شما به تنهایی؟ سوال خوبی است. به تنهایی خود هیچ کسی نمیتونه یک کار را انجام بده. تویسنی وقتی که من گوگرده را به جمعوری شروع کردم و یک مقصد پیش ما پیدا شد و رفیقا خبر شدن از ایده و قمه، بعد از او هر رفیق ما که از خارج می آمدن به ترین توف و سوقاتش گوگرده، و گاهی که ما خودمان به خارج رفتیم بهترین توفه برای شخص خودم برای فامیل گرد آوردیم. و نموز وعدا به ایسم که رفیقا مر از نظر نندازن، امی کمک خود، امی لطف خود، امی توفیق خود دوام دار بسازن به امید نمکاری تا بال جمع که درفتیم. بله بسیار خوب. شما که یک کلیکسیونر ورزیده هستین، در پالوی ازی که شما کلیکسیونر دارین، علاقه مندی به جمع‌آوری چیزهای دیگه هم اگه دارین، تا الحال چی چیزی دیگه کردین و کوشش کردین از او کلکسیون بسازین؟ از این بفهمیم که تعداد گوگرد شما چطور نگاه بکنین، مخصوصا از دسترس اطفال قندولتان. در محل زیست سابقه خود من برای ازی یک جای مخصوصی ساخته بودم. در 11 سالی که بر قصبه آمد، البته مشکلات اقتصادی بوده دیگه، نتانستیم برای زوان بطر یک ویترین یک جای مناسب باید بکنیم و از دست از اینا بالا هست. البته نمیتانند که دست رسی به دست از یا بفته و ناز بین بره، رخبت خدای نخواسته. سوال دیگه ما توری بود که در پهلوی از ما کلکسیون گوگرد دارین، دیگه چی کلکسیون هایی دارین؟ ما قبل از اینکه به جمع‌آوری گوگرد بپردازم، پوستر از تا شوق داشتم. بله. و چند البوم داشتم. بعد از اینکه من به جمع گوگرد شروع کردم، جمع پوستی که جای روبرو می شدم از این گوگرد نی، من که بابا می رفتم برای خود تصادم حدث می زدم، به خاطر از اینکه در راه می رفتم همین تبنگ فروشایی که سگرت می فروش متوجه با او می بودم که تو باشی کنم گوگرد نه اونجا به نظر من می خوره یا نمی خوره تا او را بخرم. که اپنا چی داشتم پوسته و در پالوی از او پولای فلزی از بسیاری ممالک و نوتای کاغذی تقریبا سابقه خود افغانستان هم، چنانچه اینجا پیشوریتان قرار داره یک مقدار است جمعاری و در آخر اینمی گوگرد مان و مصروفیت. شما که یک کلیکسیونر هستین و سالها میشه که مصروف کلیکسیون های گوگرد و سکه های فلزی و آثار است، نظر شما است یک کلیکسیونر خوب برای نگه داشت و کلیکسیون ساختن خود کدام نکات باید مراعات بکنم؟ پوستا خو یک چیزی است که در بین چیده میشه، او البته گرفتنش یا کندنش از پشت پاکت و یک طرز خاصی داره، یا گذاشتن و گرفتنش با پنس باید گرفته شوه. اما گوگرد مشکل است دیگه، ایتر گوگرد هم شده که زیر پای بوده، گوگردش مصرف شده، در راه رفتیم قوطی بیخی زیر پای شده، توته توته شده، منتها هم کاغذ روی گوگرد بر من نو خورده نظرم، او را برداشته روی یک گوگرد دیگه او را شرش کرد به تعداد گوگرد های موضوع شوه. باید جای مخصوصی داشته باشه، یک ویترین داشته باشه، یک چیزی هم کنم تمام میشه، منتها مملکت به مملکت یا با خریدهای جدا جدا انداختیم جمع‌آوری.